خب تا اینجا اگه کسی دوستان بین این معماری مختلف یا سوالی داره یا تجربه‌ای داره بگه خودش بفهم. توی اینجا تاکید زیادی روی ارتباط بین دیتا بایندینگ و مدل MVVM بود. مثلا ما اگر دیتا بایندینگ رو توی مدل‌های دیگه بخوایم استفاده کنیم این کار اشتباهیه، یا مثلا معماری ما وقتی از دیتا بایندینگ استفاده میکنیم در واقع داره میره به سمت MVVM و کلا باید MVC رو بذاریم کنار رو کل پروژه رو سویچ کنیم روی این؟ نه مثلا توی MVP هم میتونی تو دیتا بایندینگ استفاده کنی. خب پوینت پترن ها اینه که تو وقتی به یکی دیگه میگیم MVP یا MVVM طرف بفهمه داره چیکار میکنه، یعنی میان تو کد تو میان MVPه بعد میبینی قسمتش دیتا بایندینگ داره. خب یعنی بحث پترن اینه که همه بفهمن دارن چیکار میکنن، مگر هر کدوم ما میتونیم مدل پیاده سازی خودمون رو داشته باشیم. و اینکه آره تو MVP هم تو میتونی دیتا بایندینگ داشته باشی، به نظر بعضی موقع این پیاده سازی حتی پیاده سازی بهتره، یعنی اون مشکلات میتونه یه سری خوبیای دو طرف رو داشته باشه در واقع تو آداپتر و اینا. آره به نظر من ترجیح من کلا اینه که طبق همون اصولی که پترن گفته من برم جلو، چون بحث اینه که یک سال دیگه دو سال دیگه در واقع یه برنامه دیگه میاد، یه سری آدمای دیگه میان میخوان با این کد کار کنن. وقتی کد میونه MVP بعد دیتا بایندینگ داری این چیزا یکم مسئله عجیب میکنه. اگه میخوای مثلا خیلی حالا حرکت خیلی خفنی بزنی، مثلا شاید بگیم MVI تست کنی، یه آرکیتکچر دیگه است، مثلا مدل ویو اینتنته، اونم خیلی ریاکتیو و خیلی جذابه، اونم مثلا میتونی در موردش بخونی. ترجیح اینه که خود این معماری رو خیلی دستکاری نکنی، ببینی اوکی نیاز جای دیگه میتونه برطرف بشه یا نه. حالا این پروژه‌ای که من دارم یه پروژه است، حالا من سامپل تانم گریدرش بیل نگرفم، ولی خب یه سامپل است که قبلا زده بودم من. یه پروژه MVP هستش. خب که حالا یه سری مسئله دیگه هم اوکی جلسه لاک هم سمت چپ هست، پاک سمت چپ هست، اگه کسی دوستان علاقه من بود در مورد پایتون هستش میتونم اونجا شرکت کنم. یه پروژه قبلا من زده بودم، حالا یه مقدار کد عجیب غریب دیگه هم داره که اینا مثلا مال دگر هستش. خب مال دیپندنسی اینجکشن، ببین قسمتاش ما کاری نداره، ولی قسمت های MVP شو بخوایم بررسی کنیم. تو MVP اوکی ما یه میام یه اینترفیس می‌سازیم که در واقع ویو هامون بیان این اینترفیس رو فالو کنن، پرزنتر هامون دو تا یه بیس پرزنتر و یه بیس ویو داریم که حالا میتونیم یه سری متد پیاده کنیم، مثلا میگیم استارت، مثلا یه سری کارا یا سابسکرایب، یه سری کارا رو اینجا میتونیم انجام بدیم. بعد از این همه پرزنترهای ما قرار اینو فالو کنن و ما تو هر پکیجی که داریم، خب این که مثلا این قسمت مثلا به طور مثال کل اون ریپوزیتوری اون مدلمون هست، اوکی اون قسمتی که میگیم کل ویو ها با یه مدل ارتباط برقرار می‌کنن، ویو پرزنترا این قسمت هست، این یه پکیج جداست. زمان اوکی به طور مثال این سورسمون هست. اوکی من گفتم که این ارتفاقات باید بیفته وقتی که کسی میخواد با سورس کار کنه. سورس ما هر چیزی میتونه باشه. اوکی من میخوام لیست مثلا سازنده ها رو بگیریم، لیست تایپ هاشون رو بگیریم و لیست تاریخ ساختشون رو بگیریم. این قسمت هایی که Observable برمیگردونه به خاطر اینکه من آریکس جاوا استفاده کردم، یعنی به صورت معمول این قسمت ها شما در نظر نگیرید، چون ممکنه یکم کد پیچیده تر به نظر برسه از اون چیزی که واقعا هست. کد MVP واقعا در نهایت خیلی ساده تره. میام ریپوزیتوری اصلیمون هست که در واقع اون این میاد سورسی که اینترفیسی که قراره اون ریپوزیتوری که توی مدلامون دیدیم همه میان با اون ارتباط برقرار میکنن، این میاد اون پیاده سازی میکنه در واقع و داخل خودش میتونه با ریموت و یا با لوکالمون ارتباط برقرار کنه. اوکی یعنی خارج از اینجا نمیدونن ریموت ما کجاست یا لوکال ما کجاست یا کش ما کجاست، هیچ ارتباطی ندارن. در واقع این کلاس ریپوزیتوریه که میاد این قضیه رو هندل میکنه. این واسه اینجکت هم همون دگره که حالا تو جلسه قبلی که دوستان در مورد دگر ارائه دادن.
کلیات دیگر رو بخوام بگم، باز داخل این سورس ببینیم، ما مثلا پکیج مختلف داریم، ما لوکال داریم و ریموت داریم. اوکی، که هر کدوم از اینها دوباره اومدن اون سورس رو ایمپلمنت کردن که ما میتونیم داخل این کلاس استفاده کنیم. حالا توضیحش فکر می‌کنم اینجوری زیاد گویا نباشه، برای این نمی‌خواستم وارد کد بشم. غیر از اون فرض کنیم مثلا یه دونه فرگمنت داریم، مثلا اینجا ما یه اکتیویتی کلن داریم با فرگمنت های مختلف. تو سمپل های گوگل اکتیویتی فرگمنت هست که هر اکتیویتیش داخلش یه فرگمنت هست، فرق خاصی تو پیاده سازی نمی کنه. قسمت مهمی که باید بدونیم این قسمت کانترکتش هست، یعنی بحث ارتباطی که مثلا ما توی پکیج داریم ویو و پرزنتر، جفتشون میان اون بیسا رو ایمپلمنت میکنن و تو ویو میگیم اوکی این ویو میخواد چیکار کنه. مثلا میگیم که همون چیزی که به ذهنتون میرسه در واقع، اوکی یه ویو ساختیم، مثلا طرف میاد روی دکمه لاگین کلیک میکنه. خب ویو چیکار میکنه؟ ویو کاری که میکنه باید پرزنتر صدا بکنه، بگه مثلا لاگین کلیک، یا مثلا لود کن فلان قضیه رو. اوکی، پس ما میایم اینجا همون اول میایم تو پرزنترمون میسیم مثلا لود فلان. اوکی، حالا مثلا میسیم اینجا ممکنه بگیم مثلا شو مثلا لیست اف مانیفکتچررز. اوکی، تو پرزنتر همون چیزی که به ذهنمون میرسه تو این اینترفیس یکی یکی شروع میکنیم میریم پایین. اوکی، پرزنترمون لود فلان. حالا که جواب اومد از پرزنتر با چیکار کنیم؟ میگیم اوکی، اینجا باید بگیم مثلا اوکی، در حالی که داره جواب میاد به ویون منطقه باید بگیم که اوکی نشون بده که یه لودینگ نشون بده. پس میایم یه تابع اینجا اضافه میکنیم، اوکی ست لودینگ رو میذاریم. این در واقع اینترفیس رو داریم طراحی میکنیم. خب بعد میگیم لودینگ طراحی شد، بعد که لیست اومد چیکار بکنیم؟ باید بگیم که شو کن این مانیفکتچرر. اوکی، پس اینجا شو میکنه، یعنی در واقع اینترفیس ما یکی یکی پیاده میکنیم از ویومون و مدلمون، ارتباطی بین این دوتا تکمیل میشه. بعد ما دوتا کلاس داریم که اون فرگمنتمون به طور مثال میاد این ویو رو ایمپلمنت میکنه، یعنی کل این توابع پیاده میکنه که هر موقع پرزنتر خواست کال کنه میاد به فرگمنت میگه مثلا set is loading، یعنی در حال لود رو ترو کن، میاد یه پنجره لودینگ تو فرگمنت نشون داده میشه. تو پرزنتر میاد میگه چیکار کن، ویو میاد به پرزنتر میگه لود مانیفکتچررز، یعنی همون توابعی که اینجا داریم تو اینترفیس طراحی کردیم. این بحث کلیش هست. حالا یه پرزنتر هم یه نشون بدم هم. که ببین این پرزنتر ما هیچ کد اندرویدی ما داخل این پرزنتر نداریم، یعنی پرزنترمون راحت میتونیم تستش کنیم. اوکی، اینجا مثلا آریکس جاوا استفاده کردم، میام مثلا تستاشو من بهتون نشون بدم. ببین توی بحث تستی که میگم تست نوشتن خیلی راحت تره، ما اینجا خیلی راحت ماک کردیم این قضایا رو. خب یعنی کل ریپوزیتوری، کل مدلمون رو ماک کردیم، کل ویومون رو ماک کردیم. ما این دوتا رو نمیخوایم تست کنیم الان. بحث اصلی ما پرزنتر است، بحث چیزی که میخوایم تست کنیم لاجیک ماست. ما نمیخوایم ای پی آی مون رو تست کنیم. هیچ وقت ای پی آی تست کردن به عهده سروره، سرور باید ای پی آی شو تست کنه، مشکلی نداشته باشه. ما میتونیم حتی برای اون هم مثلا ماک بسازیم که حالا یه وب سرور جدا باشه، ولی بحث اصلی که برنامه ما باید هندل کنه اون لاجیک ماست، که لاجیک ما تو پرزنتره. پس ما دو تا کلاس مختلفو که ویو و مدل بودن و لاگ ماک کردیم و هم میمونه خود پرزنتره. این قسمتاش آریکس جاوا است که زیاد مهم نیست. ببین اون ریسپانسی که ما میخوایم بگیریم و نشون میدیم، بعد اون پرزنتره در واقع میاد مدل و ویو رو میگیره. خب چون پرزنتر اون کسی بود که هم با مدل ارتباط برقرار میکرد هم با ویو. خب اوکی، پس میاد تو کانستراکتورش مدل ویو رو میگیره طبق کد ما. اینا اصول مثلا دی آی پی بحث تو سالید اگه فالو کنین، یکی از قوانینش بحث دیپندنسی اینجکشنه، که باید مثلا کلاس مختلف ابجکت مختلفو اینجوری پاس بدیم به کانستراکتور. حالا این بحثش جداست، ولی احتمالاً مثلا اصول سالید خونده باشین همین داستان اینه، این قسمتی که میبینیم. تو پرزنتره پس ما ویو مدل الان داریم. اوکی، میریم اون چیز ریسپانسی که باید بیاد، ریسپانسی که داریم و ما میگیم اوکی این ریسپانسمون اینه. اوکی، بعد میریم چی رو میخوایم تست کنیم؟ اون تابع لود مانیفکتچررز، میخوام اون تابع تو پرزنترمون فقط همون تابع میخوام تست کنیم، این تابع کار میکنه یا نه. کل این کد رو حالا هم با تست باید آشنا باشین هم با آریکس جاوا، که حالا فکر میکنم شاید بعضی آشنا نباشن بیشتر گیج بشن، ولی کلیت کار بخوام بگیم اینجا مثلا وریفای میکنیم تو ویو، همون بحثی که صحبت دوستمون بود که آیا لاجیک رو باید تو ویو بزنیم یا نه.
مثلا یه قسمتی ما میتونیم بگیم اوکی شو پروگرس بار مثلا نشون بده یا نشون نده، یعنی این اتفاق افتاده به ترتیب یا نه، یعنی یه بار بعد بگه شو پروگرس بار وقتی این کال میشه این نشون میده اون سرور کال شده، شو پروگرس بار یه لحظه اومده ترو شده تو لاجیک کد ما و بعد چند ثانیه اومده فالس شده که چون جواب اومده. ما اینجا خیلی سریعتر اینو چک میکنیم، یعنی میگیم اینو کال کن جوابو بگیر و این دو تا هم باید کال بشه، یعنی تو مسیر کد ما باید یه بار شو پروگرس بار ترو کال بشه یه بار شو پروگرس بار فالس، یعنی یه بار ریسپانس در حال اومدن بوده یه بارم ریسپانس اومده. پس در واقع ما با این قضیه کل اون تابعمون رو تست کردیم. و حالا مثلا یه تست دیگه من بهتون نشون بدم، اینجا اومدم مثلا یه تابع رو من چک کردم، میگم اوکی این ورودی این تابع اینه، اینا باز قسمتی که میبینین تسته، هم با تست یاد داشته باشیم هم اینا آریکس جاوا، این سری قسمتی مال آریکس جاوا که اینجوری تست به ما میده آریکس جاوا 2، ولی باز هم این اومده برای من یه تابعو چک کرده، یعنی این تابعو براساس، یعنی این دقیقاً این فانکشنه گت مانوفکتچر که اگه من بتونم برم داخلش اینجا نمیشه، اومده این تابو برای من چک کرده اون تست. بس تست هست، حالا با احتمال یه ارائه دیگه ما کلن در مورد تست داشته باشیم که ما میگیم توابع مختلف ما اینجوری راحت میتونیم تست کنیم، پرزنترمون رو جدا یکی یکی میتونیم تمام فانکشناش میتونیم تست کنیم. وقتی که تستامون پاس بشه در آینده مثلا 6 ماه بعد که یه دیولپر جدید یه فیچر جدید میخواد اضافه کنه، اگه کل اصول MVP یا MVVM رو فالو کرده باشیم هم تستامون رو راحت میتونیم بنویسیم، هم تستامون باعث میشه که پروژه ما خیلی سریعتر پیش بره. در مورد خود MVP باز اگه کسی سوال داره بگه، حالا چون بحث اصلی ما اینجا تست نیست، فقط اینکه تستا رو ببینین چجوری تست نوشته میشه. در مورد MVP دوستان اگه سوالی دارن یا در مورد معماری باز هم میتونیم بپرسیم، یا اگه تجربه‌ای باز دارن تو پروژه‌تون. یه سوال بپرسم، الان اندروید دیولپرا کیا هستن؟ دستاشون رو بلند کنن. خب اکثرا دوستان دیگه وب دیولپر هستین. آیا دیولپر؟ اوکی. این بحث معماری بود و سوال دیگه اگه نداریم بعدا میتونیم صحبت کنیم و فکر کنم هفته دیگه ای همونده. مرسی. صدا فکر کنم بلندتر از اونه که تو بلندی صدا یه ذره بیشتری ممکن میشه کنم در واقع ما بله ما چپاشت و معماری آشنا شده اینه که این MVVM یکی MVP یکی از MVP که فرمودی. حالا اگه کسی بخواد یه استکی بنویسه یا کلن ویو نداشته باشه به نظر تو کدومی از این معماری میتونه به ما کمک بکنه؟ من راستش تجربه ندارم به طور جوابی ندم این قضیه، باید سرچ کنم سر اینجور مسائل، من خودم تجربه نداشتم بهتون بگم. الان یه دوستان اگه کسی تجربه داره میتونه بگه، من بهتر میتونم جواب اشتباه ندم. نمیدونم شما این داشتیم حتی نمیدونم چون در ایدیو منطق MVP نزدیک تر میکنه واقعا تو دنیای واقعی، من مطمئن نیستم که چی باید بنویسیم. اوکی حالا متشکر. MVVM محدود به XML هستش یا نه؟ یعنی اگه کدی XML نداشته باشه اصلا MVVM پوینتشون XML هست بکنم. مثلا خیلی پروژه هستن، حالا کسی که بیشتر دوستان رو بشناسن مثلا تلگرام خیلی از XML استفاده نمی کنه. یا خیلی از پروژه دیگه هستن معماریاشون طوریه که یه ویو خیلی جا تکرار میشه یه XML، مثلا از تکنولوژی اپاکسی استفاده میکنن یا تکنولوژی دیگه. کلن اگه نشه تو XML بایند کرد آیا استفاده ای داره؟ این که این اون بحث رابطه هست، یعنی پوینت MVVM چیه؟ اینی که ما ویو مدل میسازیم و ویو مدل میتونه یکی باشه، ویو هامون میتونن خیلی جاها باشن. خب یعنی این پوینت اگه برات بود این به درد میخوره، اون ویو میتونه حالا فرگمنت باشه لزوما XML نیست منظورم. پوینت اینه که این بحث پابلیش سابسکرایب دیگه، خیلی ها میتونن به این ویو مدل سابسکرایب کنن، یعنی این ابزرورولو میفرسته هر کی خواست نشون بده.
اگه این همچین منطقی تو سیستم کاری به درد خورد MVVM میتونه جواب بده. یعنی این یکی از پوینت‌های مهمه. چون دیتا بایندینگی که خود اندروید معرفی کرده بود با XML کار می‌کرد. ولی الان فریم‌ورک‌های دیگه رو من ندیده بودم آیا بدون XML هم میشه از MVVM استفاده کرد یا نه اصلا. از به MVVM و دیتا بایندینگ چه می‌دونم جدان. خب این مفهوم جداست. دیتا بایندینگ میاد کمک میکنه به MVVM. یه ابزاره. یعنی بس MVVM قسمتیه که رابطه بین ویو مدل است با ویوه که همون بحث پابلیش سابسکرایبر باشه. ولی اینکه حالا دیتا بایندینگ بدون دیتا بایندینگ من تجربه‌ای نداشتم که بخوام بهت بگم الان مثلا مستقیم. ولی پوینت اصلیش همون که یه دونه میتونیم ویو مدل داشته باشیم، خیلی هم میتونن سابسکرایب کنم به این. و شاید تو جایی که مثلا چند تا ویو میخوان یه ویو مدل رو نشون بدن یا از اون ارتباط دیتا بگیرن این کاربردی باشه. دوباره توی خود MVP پرکتیسی که خیلی زیاد دیده میشه اینه که چند تا ویو یه دونه پرزنتر دارم، اینم به کرات دیده میشه. مثلا صفحه لاگینی که شاید 3-4 بخش داشته باشه، شماره تلفن باشه، اتنتیکیشن باشه، اسم باشه، به اوقات یه دونه پرزنتر همه این کارها رو انجام میده ولی چند تا ویو داره. آره فقط تا جایی باید بری که میگم پرزنتر خیلی باز خودش داستان نشه، هم بزرگ نشه، هم خیلی چیزای مختلف رو نخواد، مثلا بخشای مختلف در واقع به قسمت مختلف دسترسی نداشته باشه. پرزنتر همون کاری قرار انجام بشه، یک کار اون کلاس قرار انجام بشه، حالا بس لاگینه و که لاگین رو انجام بده، بس اصول سالیه دیگه. یعنی اون طبق اون بریم و معماری‌ها رو هم بریم جلو. ولی پیاده سازی مختلفه، یعنی نمیتونیم بگیم این پیاده سازی الان درسته یا غلطه، چون ما خیلی قانون نداریم. ولی ترکیبی از این معماری و اصول سالی رو اگه ما در نظر بگیریم به نتیجه خوبی میرسیم. ولی مثلا اون ایده‌آله میتونه همین به نظر من سیستمی که باشه، هم ترکیبی از این MVP باشه به نظر من، و مثلا دگر استفاده کنین که بحث دیپندنسی اینجکشن باشه. آریکس جاوا حتما استفاده کنین تو پروژهاتون، که حالا قبلا یه ارائه داشتم، شاید جلسه بعد در مورد آریکس جاوا اینجا هم صحبت کنیم، که اینا در واقع واجبه رسما به نظر من. اینا رو استفاده نمی‌کنین تو پروژهاتون یه جای کار مشکل داره، چون هم کد خیلی تمیزتر می‌کنه و هم پرفورمنس خیلی بالا می‌بره تو بحث مثلا آریکس جاوا. بازم فکر کنم ارائه من تموم. اگه صحبت دیگه داریم یا کسی صحبتی داره میتونه تریکی چیزی بلدی در مورد اندروید میتونیم صحبت کنیم، شیر کنیم بین هم. مرسی از ارائه خوبتون. من به شخصی تجربه‌ای که داشتم اینه که توی MVP اگه شما یه پرزنتر برای چند تا ویو مختلف استفاده کنید به دردسر میفته، یعنی کارتون سخت‌تر میکنه، چون که پرزنتر باید توی MVP متناظر با یه ویو باشه و یه ابستراکشن بین اینا برقراره، و شما وقتی که توی در واقع مثلا یه پرزنتر بیاین با چند تا ویو ارتباط داشته باشین، این اون مفهوم MVP رو خورد زیر سوال میبره. برای همین معمولا توصیه میشه که وقتی MVP کار میکنین هم پرزنتر فقط با یک ویو در ارتباط باشه، یا اگه میخواد با بیش از یک ویو در ارتباط باشه اون ویو ها از یه جنس بشن. مثلا همون مثال صفحه لاگین، اون قسمت وریفیکیشنش با قسمت وارد کردن شماره تلفن، اونجا اگه دو تا ویو داریم که دو تا منطق مختلف قرار توشون اجرا بشه، این کار درست نیست که این دو تا ویو یه پرزنتر داشته باشه. آره دیگه، یعنی این که میگین درسته دقیقاً، چون که بحث اون سالید که میگم اسش در واقع سینگل آبجکت ریسپانسیبیلیتی، یعنی اون آبجکت اون یک کار باید انجام بده. حالا اون طبق اون منطقه اگه بخوایم کلاس طراحی کنیم، در واقع اون لاگین قراره یه کار انجام بده، اون قسمتی که باید OTP رو چک کنه، مثلا میتونه OTP رو فقط چک کنه. یعنی طبق اون پیش بریم تو طولانی مدت، یعنی اصول ما رعایت می‌کنیم، تو کوتاه مدت اون پروژه اون لحظه متوجه نمی‌شیم حالا چه پوینتی داره. خب ولی اگه قوانین رو یا اون پترن ها رو رعایت کنیم، وقتی پروژه بزرگ میشه اون موقع تازه می‌فهمیم اوکی خوبه که همه چیز رو اینجوری رعایت کردیم. مچه یه سوالی که داشتم که مدل ویو رو اگر دیتا بایندینگش رو بذاریم کنار چه تفاوتی با پرزنتر؟ تنها تفاوتش اینه که پرزنتر با یه ویو خاص در ارتباطه، در حالی که مدل ویو میتونه با چند تا ویو در ارتباط باشه. میتونیم اینجوری بگیم؟
ببین بحث یکم پیاده سازی کلا فرق میکنه. خب یعنی که فقط این نیست، چون که اصلا اون چیزی که از توی اصلا ویو مدل مستقیم به ویو هیچی نمیگه کلا. یعنی اصلا با ویو کاری نداره. خب ویو مدل فقط میاد یه دیتا رو تغییر میده. اون کسی که این سابسکرایب کرده در واقع اون دیتا مود، اون دیتا بایندینگ داره این قضیه رو حل میکنه. خب یعنی پوینت خیلی مثبتش اینه. یعنی آره خیلی چیزا اینا رو حذف کنی، همشون آخرش میرسیم به این ام وی سی. خب واسه هر کدوم بخوام یه چیزایی رو حذف کنیم. یعنی این کانسپتشون تو اون جایی که باید استفاده بشه، اون فیچری که دارن در واقع چون لازم بود استفاده کنیم. یعنی هی بخوایم حذف کنیم آخرش میرسیم به ام وی سی. مثلا دیتا بایندینگ خیلی در واقع فیچر اساسیه توی آره که فیچر اساسی شده. و میشه مثلا به جای دیتا بایندینگ هر مکانیزم دیگه ای که ابزرویبل پترن رو پیاده سازی کنه استفاده کنیم؟ میگم بحث پیاده سازی های مختلف میشه، واقعا همین چیز میشه. هیچی هم جلو تو نگرفته بگه این نمیشه، چون یه سری راهنماست که میگه ترجیحاً طبق این اصول پیش بریم، ولی شما میتونید حرکت های تیپایی بزنید. پوینت اصلی چیه؟ پوینت اصلی همونه که این معماری، این معماری رو باید همه درک کنن. وقتی من میگم MVVM، من باید بفهمم اوکی دیتا بایندینگ قطعا استفاده کردی و این ویو مدلت اینجاست و این ابزرورال برمیگردونه و یه سری سابسکرایب کردن. حالا تو بیا این وسط تریک بزنی، من 6 ماه بعد که میام وارد پروژه میشم متوجه نمیشم. یعنی پوینت معماری ها همینه که همه متوجه بشن. پوینت پترن اینه. اگه نه شاید خیلی چیز بهتری از این باشه حتی. بحثی یه سری سوال الان میخواییم از بپرسیم که الان چون جمع دوستان بیشتر شد، مثلا الان کیا دیپندنسی اینجکشن یا دگر استفاده میکنید تو پروژهاتون؟ پروژهاتون اوکی. و آریکس جاوا کیا خیلی زیاد استفاده میکنن؟ یکی دو نفر. واقعا این چیزی که خیلی توصیه میکنن برین سمتش. بعد اندروید استودیو 3 رو کیا نصب کردن دارن بهش کار میکنن؟ آره آره سی هم فیچر زیادی داره. بحث آنالیتیکس، کسی تجربه خاصی داره غیر گوگل آنالیتیکس من چیز خاصی استفاده کنه؟ اگه بحث فیلتر پروکسی کردن ما بخوان فیلتر کنن ما رو، تجربه دارین بگین از آنالیتیکس چی استفاده میکنین غیر گوگل؟ از فابریک خوبه، واسه سویت توییتر هستش فابریک. آره خب گوگل خریدش، خود سر این میگم که آره، ولی انسرزش الان فیلتر نیست. آه تو خود این دور کنه از من کنسرش. یکی دیگه که حالا بد نیست واسه یه چیزای کلی تر استفاده بشه، مثلا بازم البته واسه سویت فابریک نیستش ولی با فابریک هم کاری داره، خود برانچ هستش، بکنم دوستان بشناسن، خیلی مدیریت لینک رو انجام میده، اونم یه سری آنالیتیکس خوب میده، ولی خب بیشتر تمرکزش روی ساختار لینک داینامیکه. ولی یه سری آنالیتیک مثل این که چند بار اپواز شده، این اینستالات کدوم ها بودن، دیگه کدوم یوزر اکتیو بودن، چه صفحاتی دیده شده از اپلیکیشن، یه سری خیلی چیزای کلی تر میده، ولی یه خوبی که داره اینه که فیلتر نیست و بعید هم هست فیلتر بشه. این یعنی اون سورسی که اپتون نصب شده، مثلا میگه از بازار، مثلا این لینک گذاشت تلگرام مثلا تو بازار نصب شده، بیشتر مدیریت لینک دیگه، مثلا وایرالیتی و رفرال اینا خیلی استفاده میشه، کوتاه کننده لینک داره، میاد لینک میسازه به صفحات اپلیکیشنتون، مثلا میخوان از شیر استفاده کنید. رایگانه؟ رایگان هستش، بیشتر تبلیغاتش پولی هست، منبع درآمدش هم کلان از تبلیغات هست که بنرهای مثلا هوشمند بذاره توی سایت ها واسه نصب اپلیکیشن. آنالیتیکسش میگم باز تمرکزش روی لینک بوده، چون خودش لینک جنریت میکنه برای تک تک صفحات یا وقتی که اپ اینستال میشه باز میشه میخواد که بدونه مثلا از چه لینکی باز شده، اینه که آنالیتیکس داره روی این موارد و خیلی اگه کار ضروری باشه انجام میتونید بدید، خروجی هم میده، اکسپورت میده، کوئری هم میشه زد روی دیتاش، از این نظر نسبت فابریک بهتره، ولی باز هنوز انتخاب اول همون فابریک هستش. سویت انسرز خب این بحث لینکه برای مارکتینگ معمولا رو بچه‌ها تجربه داشته باشن خیلی چیز واجبی هست. مثلا من خودم از تپستریم استفاده میکردم که سرویس پولیه 500 دلار در ماه. درست. ما همون جایگزین تپستریم استفاده میکنیم. اون سرویس خوبی هستش. اون آنالیتیک چه بخش کوچیکشه در واقع. بحث دیگه، یه سوال دیگه یا تجربه کسی داره، تجربه خوبی داره بحث تحریمایی که شدیم، پوینتی داریم میتونیم بگیم. اپ
محدوده رو خاصی استفاده می‌کنید؟ مثلا کراش ها چی؟ کراش چی استفاده می‌کنید شما؟ هم کراش لیتیکس و فایر بیس چیز دیگه هست؟ کراش لیتیکس خوبه، یه چیزی که به تکنولوژی مرتبط نباشه، حالا به گوگل اگه بخواید استفاده کنید باگز نک خوبه که سرویس ها خیلی معروف مثل خود Airbnb ازش استفاده میکنن. اون حالا یه سری مزیت هم داره باگز نک، مثلا توی کراش لیتیکس یه محدودیتی که داره، نمیتونید اکسپشن هایی که هندل شدن و مثلا به تعداد محدود، نه اکسپشن های هندل شدن فقط به تعداد محدود میتونید توی پنل ببینید، ولی توی سرویس باگز نک میتونید هر اکسپشنی هم که خوردید به همراه حالا کرش، یعنی کرش هم نبود الزامن، اکسپشن هم بود، میتونید روی سرور آپلود میشه و ببینید. خوبیش هم اینه که باز اینم کوئری داره، اکسپورت بکنم داره، دی آفسکیشن داره اگه اشتباه نکنم. حالا سرویس جایگزین خوبی، حالا ما که دیگه از ترس گوگل دوتا دوتا همه چون نصب کردیم، ولی سرویس خوبیه در کن. بعد برای جلسه بعد اگه پیشنهادی مبحثی چیزی هست که خود دوستان اگه علاقمندن ارائه بدن، تجربه‌ای دارن، یا مبحث خاصی به نظرتون میتونیم فالو کنیم. ولی چون این مباحث معماری رو واقعا من کلی و سرسری به نظرم گفتم، یعنی جزئیاتش بخوایم بریم داخل کد، خود MVVM مثلا خودش یه ساعت یه ساعت نیمی باید یکی بیاد توضیح بده. معمولا مثلا ارائهاشو ببینین، خود اون دیتا بایندینگ یه ساعت ارائه داره مثلا، بعد میان خود MVVM رو توضیح میدن. حالا من کلش تو 20 دقیقه همشو گفتم، یکم سریع بود، ولی میتونیم باز هم مثلا تو جلسات بعد رو هم معماری مختلف یکی یکی فوکوس کنیم، یا میتونیم مثلا کلین آرکیتکچر بگیم. دگر رو که حالا گفتیم، خب دگر یه چیزیه که واقعا تو یه جلسه و یه ساعت احتمالاً به این راحتی متوجهش نمیشیم، چون دگر مثلا اون دگر آریکس جاوا اون قسمت آها مومنت دارن که بعد یه مدت کار میکنی تازه میفهمی اینا چی هستن و چجوری باید پیادهشون کنین. ولی اگه مبحث چیزی خاصی داشتین و خواستین ارائه بدین، میتونین بگین همین الان یا به دوستان تو گروه بگین. مبحث بعدی حالا کاندیدای ارائه بعدیمون الان سرویس روم هستش که گوگل معرفی کرد توی آرکیتکچر خودش واسه ماه آینده. یه دونه هم آریکس هستش، ارائه آریکس، که حالا بچه ها قبلا ارائه آریکس برای فلکس رو داشتن، الان به طور تخصصی رو آریکس میخوان صحبت کنه. باز از دوستان هر کسی که ارائه داشت، حالا در حد 20 دقیقه نیم ساعت تا 1.5 ساعت هستش ارائه، هر کی ارائه داشت میتونه بیاد حالا توی گروه بذاره یا توی کانال آیدی خود من هست بفرسته. حالا سیستممون هم تا الان اینطوری بوده که مدت یه هفته دو هفته نظرسنجی، یعنی ارائه رو جمع میکنیم بعد یه نظرسنجی میذاریم، اون ارائه که اکثریت آرا داشت حالا میایم ارائه میدیم توی جلسات. هر کدوم از دوستان اگه دوست داشت میتونه ارائه، حالا چیزی رو که بلد هستش، کار کرده، یکم از تئوری فراتر باشه، چیزی که کار کرده تو پروژه استفاده کرده، خوبیاشو بدیاشو دیده، میتونه بیاد واسه باقی دوستان ارائه بده. از خیلی ممنون، حالا وقتمون هم دیگه رو به اتمام هست، دستتون در نکنه تشریف آوردید. موردی هستش، مرسی، ممنون از اومدید.